درود بر شما. 17 دی ماه 1400 خورشیدی و 7 ژانویه 2022 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغاتی یک نظام حکومتی مبتنی بر فاشیسم مذهبی. پرده آخرم آخر برنامه. خامنه ای سال 1370 میره حوزه علمیه قم برای سنجش یارگیری در حوزه، سخنرانی میکنه که در واقع گزارشی است که به حوزه میده از کارهایی که نظام ولایت فقیه کرده و کارهایی که باید بکنه. میگه، نکته مهمی است براتون میخونم یه تیکه صحبتاشو. میگه ما اگر بخواهیم آنچه را که باید عمل بشود در یک جمله خلاصه کنیم، آن یک جمله عبارت از فقه اسلامی است. ما باید فقه اسلامی را در جامعه پیاده کنیم. فقه اسلامی مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، نظامی و اقتصادی. آن چیزی که زندگی انسان را اداره می کند، یعنی ذهن، مغز، دل و جان و آداب زندگی و ارتباطات اجتماعی و ارتباطات سیاسی و وضع معیشت و ارتباطات خارجی، فقه است. این بیان خلاصه حکومت فقهاست. استبداد دینی که نسخه مذهبی فاشیسم قرن بیستم برایند این نگاه به انسان و به قدرت سیاسی است، قدرتی که با خمینی تجسم واقعی پیدا کرد. خرداد 1359 بود که ستاد انقلاب فرهنگی با اعضای تعیین شده خمینی تشکیل شد. خودش لیستی داد، اسامی رو نوشت که حالا خواهم خوند. هدف رو خمینی به صراحت اعلام کرد در صحیفه نور، نوشته های خمینی، جلد 13. آمده است میگویند ما مسلمان، یعنی معلم ها و اساتید و دانشجو ها و اینا، میگویند ما مسلمان و چه و چه هستیم. به این اکتفا نشود، سوابق این دیده بشود که این چطور آدمی بوده، چه کاره بوده، در دانشگاه که بوده چه میکرده، چه درس میداده، چه جور برخورد میکرده با جوانها و چه توطئه ها داشته یا نداشته. این مسائل خیلی باید بررسی بشود که دانشگاه وقتی باز میشود، چون به دلیل انقلاب فرهنگیشون دانشگاه بسته بود دیگه، یک دانشگاهی باشد که حالا 100% نشد، طوری باشد که اشخاصش از اشخاص صحیح باشند، و بعد هم که باز می شود یک بازرسی های لازم است به اینکه در همه جا حاضر باشند، یعنی امنیتی هایی، برای اینکه معلمین با دانشجوها چجور برخورد دارند و غیر برنامه درسیشان چه حرف ها آنجا هست، چه چیزها آنجا مطرح می کنند. اگر دیدن چیزهای انحرافی است اطلاع بدهند. بعد در فرمانی که صادر می کنه در ستاد انقلاب فرهنگی، فرمانی که صادر کرده بود در واقع، به حضرات دارین میبینین دیگه، حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و اعضای منتخب ستاد. این متن حکم خمینی است. به حضرات آقایان محترم محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعت مداری مسئولیت داده میشود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه ریزی رشته های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند. بدیهی است بر اساس مطالب فوق، دبیرستان ها و دیگر مراکز آموزشی
که در رژیم سابق با آموزش و پرورشی انحرافی و استعماری اداره می شد تحت رسیدگی دقیق قرار گیرند تا فرزندان عزیزم از آسیب و انحراف مسون گردند. همه حرف روشنه دیگه، من هیچ توضیحی نمیدم. بعد تلویزیون جمهوری اسلامی که بعداً اسمش شد سیمای جمهوری اسلامی، در نشستی که با چند تا از اعضای اصلی ستاد گذاشت، یعنی همون حلقه اولیه، حلقه اصلی که خمینی اسم آورد، با هنر، ربانی املاشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد نبود توی اون جلسه. من نگاه کردم بارها این جلسه رو، جلال الدین فارسی و علی شریعت مداری. توی اون به اصطلاح میزه گرد یا چه میدونم برنامه‌ای که گذاشت برای معرفی خط مشی این ستاد انقلاب فرهنگی منصوب خمینی، عبدالکریم سروش خط مشی فرمان پیشوا رو در واقع اونجا اعلام میکنه و توضیح میده. از ابتدا که امام امت هم فرمان صادر کردن برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی، اون چرا هم که ایشون به ما توصیه کردن و امر کردن همین بود که در هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه و پی افکندن یک چنان بنیان الهی ما بکوشیم. در حقیقت به یک معنا تمام اقداماتی که ستاد انقلاب فرهنگی کرده و میکنه همش رو میتوان در داخل همین چارچوب قرار داد و محکوم همین حکم اصلی و عمومی دانست که چه در اونجایی که ما دانشجو میگذینیم، چه اونجایی که استاد انتخاب میکنیم، چه اونجایی که کتاب ترجمه میکنیم یا کتاب تألیف میکنیم یا رشته رو تعطیل میکنیم یا رشته رو باز میکنیم یا تغییراتی در برنامه های درسی میدیم. اینا در حافظه تاریخ ثبت و ضبط شده، کارش هم نمیشه کرد. خب فرمودن آقای سروش که، دکتر سروش که ما دانشجو میگذینیم فلان میکنیم، یعنی ستاد انقلاب فرهنگی منصوب خمینی وظیفش هم اخراج دانشجو و استاد و کادر فرهنگی و آموزشی دانشگاه ها بود و تغییر رشته ها و متون درسی و هم جایگزین کردن اونا با آدم ها و کتاب های در چارچوب تأیید رهبر. ستاد انقلاب فرهنگی که میدانید دیگه هزاران استاد و دانشجو در مجموع، ده ها استاد و صدها دانشجو اخراج شدند و به هر حال این ستاد انقلاب فرهنگی بعداً اسمش شد شورای انقلاب فرهنگی و عملاً همین کارهایی رو که آقای سروش گفت در جریان این 40 سال گذشته ادامه داده، از دگراندیش ستیزی در واقع بگوییم که تاریخش رو همتون میدونید و بهایی ستیزی در دانشگاه ها و اخراج معلمان منتقد از مدارس و اساتید غیر خودی از مؤسسات آموزش عالی گرفته تا تقویت بسیج دانشجوی دانش آموزی و غیره و غیره. سال 1360 خمینی به گماشته هاش دستور داد که یک نهاد متمرکز تبلیغاتی درست کنند. یکم تیر ماه، یعنی دیگه فقط ناظر بر دانشگاه ها و مؤسسات و آموزش عالی و مدارس نباشه، ناظر بر کل جامعه، یکم تیر ماه 1360 اعلام شد که نهاد شورای عالی تبلیغات اسلامی وابسته به رهبر تشکیل شده و یه عده فقهای حکومت ادارش میکنن: حقانی، شیرازی، جنتی، مهدوی کنی و امامی کاشانی. جنتی منظورم هم علی جنتی ها. خب ببخشید، این دبیر برادر نوحو میگم دیگه، خلاصه دبیر شورای نگهبان.
ببینید این شورا که چارتر سازمانیشو به اصطلاح الان شما ملاحظه فرمودید، سال 68 به دستور خمینی پیشوای زمان شد سازمان تبلیغات اسلامی و بعد خامنه‌ای براش رئیسای یک نفره گماشت که حالا از سال 97 تا حالا رئیسش محمد قمی است، یه دوره همون جنتی بود و یه سری از مصادره هایی که شد و رفت دست تبلیغات اسلامی از جمله انشارات امیر کبیر که حالا خواهم گفت، اینا جنتی نامه نوشت به خمینی اجازه خواست که ما از مصادره ها برای سازمان تبلیغات اسلامی استفاده کنیم، اونم گفت بله بفرمایید و بعدم جنتی یعنی باعث و بانی مصادره انشارات امیر کبیر او بود، دوره‌ای که رئیس سازمان تبلیغات اسلامی بود. باری وظایف سازمان تبلیغات اسلامی تعیین شده و تا امروز هم ادامه داره، از جمله این هاست. من ببینیم باز میخوام مسیر استقرار نهادهای فاشیستی در نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران رو بگم. چند تا وظیفه تعیین شده برای سازمان تبلیغات اسلامی رو میخونم. شما من چی که این دو سه تا رو میخونم، شما جای اسلام و مثلا انجمنهای اسلامی بذارین فاشیسم و انجمن جوانان نازی. و بذارین یه نکته رو همینجا عرض کنم که فاشیسم که به رهبری بنیتو موسولینی قبل از اینکه نازی‌ها در آلمان به قدرت برسند در ایتالیا حاکم شده بود، تفاوت‌های البته با حکومت نازی‌ها در آلمان داشت، اما در مجموع به دلیل اشتراک عقیده و عمل این دو در بسیاری از حوزه‌ها در ادبیات سیاسی معمولا فاشیسم به جای نازیسم هیتلری هم به کار میره که خب برای ما این واژه آشناتر. باری چند تا وظیفه تعیین شده برای سازمان تبلیغات اسلامی: زمینه سازی برای یافتن نیروهای مؤمن و پیدایش تشکل‌های انجمن‌های اسلامی و جمعیت‌های مشابه و نظارت بر فعالیت آنها، تلاش در جهت احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راه‌های ممکن، تحقیق و بررسی در خصوص تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی با هماهنگی سایر دستگاه‌های زیربط و تنویر افکار عمومی، روشنسازی افکار عمومی در این زمینه. خب سازمان‌های زیرمجموعه سازمان تبلیغات اسلامی کدومان؟ چند تا اصلیاش اینا: انشارات امیرکبیر که عرض کردم، همون بزرگترین انشارات خاورمیانه بود، همون اوائل انقلاب با مصادره افتاد دست سازمان تبلیغات اسلامی، دانشگاه سوره، مؤسسه اطلاع رسانی تبیان که بعضی ها بهش میگن خبرگزاری تبیان، روزنامه تهران تایمز، انگلیس زبان تهران تایمز، و حوزه هنری انقلاب اسلام. حوزه هنری هدف از ایجادش در واقع حذف آثار و استعدادهای غیر خودی از مجموعه فرهنگی و هنری کشور و به صف کردن یک لشکر از شاعران و نویسندگان و هنرمندان است که فارغ از اینکه ارزش هنری و ادبی کارشون چیه، مبلغ نظام حاکم و رهبر باشن، سرباز سازمان تبلیغات اسلامی باشن، سرباز پیشوا باشن. حوزه هنری نهاد مهمی است در حذف هر نشانه پیشرفت و هر شخصیت فرهنگی پیشرو، هر نشانه پیشرفت در حوزه فرهنگ و هنر عرض میکنم، از ذهن و زبان مردم ایران باید اینا حذف بشه و جایگزین کردنشون با یه مش آدمی که بیشترین استعدادشون در وفاداری به نظام مقدس بروز میکنه، حالا یا به خاطر پول یا به خاطر ترس. به قول پیشوا اینا حدس و گمان نیست، من با آگاهی عرض میکنم این نکات رو. البته بقیه نهادهای تبلیغاتی و حکومت مثل صدا و سیما در همکاری با حوزه هنری همین خط و پیش بردن در تمام 3-4 دهه گذشته. من فقط در حوزه شعر میگم که با همین حوزه هنری تحول اساسی نیما در شعر ناشناخته موند با فعالیت‌های همین حوزه هنری.
شعر نیمایی ناشناخته موند برای جامعه، منظورم جوانان بعد از انقلاب خواه و علاقمندان به شعر و هنر و فرهنگ و زبان. باز کردن افق‌های تازه و پیشرو در شعر و هنر ناشناخته موند و هرچه شنیدیم و دیدیم از حوزه هنری، اگر غیر از اینه خواهش میکنم یکی بیاد بگه، چون بنده دنبال میکنم به دقت فعالیت‌های حوزه هنری رو، هرچه شنیدیم و دیدیم در بهترین حالت، در بهترین حالت تکرار قالب‌های 700-800 سال پیش در شعر فارسی بوده. چرا؟ چون اگر نیما و شاملو رو برای مثال حذف نکنیم و به جاشون قزوه و اسفندقه نیاریم، حالا با پوزش از این قیاس محل فارق البته، اولا شعر ممکنه تبدیل به سلاح علیه خودمون بشه، همونطور که زمان شاه شد تا حدودی و در بحدوده زمانی. ثانیاً فکر ترقی، اصلا فکر ترقی، تحول، پیشروی و نوجویی خودش کنجکاوی میاره و کنجکاوی شک میاره نسبت به وضع موجود و نهایتاً میتونه باعث طغیان علیه ایدئولوژی نظام مقدس بشه و خب کاسه کوزه پیشوا و حکومتش رو به هم میریزه. دستگاه تبلیغاتی چیز کمی نیست که در حکومت‌های توتالیتر، حالا بگیم یا حکومت‌های فاشیستی، یک بار شما دیدین که در جلسات سالانه مثلا شعرا در بیت پیشوا شعر نیمایی یا شعر مطلقاً بی‌وزن عروضی با رعایت ارکان کلاسیک شعر فارسی، ارکان عروضی خونده بشه؟ یک بار. اگر هم یکی دو نمونه خونده شده که ما چون نمیخوایم در این باره بحث کنیم، من دیگه اون نمونه هاشو نمیارم، فقط عرض میکنم خدمتون، استثناءن یکی دوباره که خونده شده با مسخره کردن پیشوا روبرو شده، یعنی چی؟ یعنی چه چیزی حمایت میشه و براش سرمایه گذاری میشه؟ یعنی شعر فارسی باید برگردد به قبل از نیمایوشیج، انگار از نیما به بعد یک رؤیا بوده، اصلا خواب و خیال بوده، در واقعیت هم چیزی وجود نداشته، این دوره اصلا وجود نداشته. هیچ کس هم از این جوانان بعد از انقلاب که عرض میکنم هستن استثناهای درخشان، ولی نه دور و بر امام امت عرض میکنم ها، منظورم در بین شاعران، ولی دور و بریای همین حوزه هنری ها رو میگم، هیچ کی هم دنبال دلیلش نمیره که آقا چی شد، چرا دلیل تاریخی تحول نیمایی چه بود، چرا جمهوری اسلامی سعی میکنه همیشه شعر فارسی رو تا نیما ببینه و بعد از نیما رو حذف میکنه، غیر از اون که اونم تا نیما ببینه رو مثلا عبیدش رو ور میداره حذف میکنه، خیام و سالها ممنوع میکنه، اونم اونو بذاریم کنار، ولی به هر حال بعد از نیما رو حذف میکنه اصلا به عنوان یک دوره تاریخی بسیار مهم در تاریخ ادبیات ایران. یکی از وظایف مهم حوزه هنری همینه که نذاره در این باره ها فکر بشه. سمینار میذارن، جشنواره میذارن، چهره های ماندگار درست میکنن و از این بازی ها، تا به همین وظیفه مهم پاسخ به تمایل و علاقه پیشوا عمل کنند. من مخصوصا شعر رو اشاره کردم، هم به دلیل جایگاه شعر در ایران، در کشور شعر سالار ایران در واقع، و هم به دلیل علاقه پیشوا به شعر. خیلی متمرکز پیشوا این موضوع، و این خیلی جالبه که این خصوصیت خامنه‌ای هم چقدر شبیه خصوصیت هیتلره. هیتلر به نقاشی علاقه داشت، میدونید خودش هم مثل خامنه‌ای که شعر میگه اونم نقاشی میکرد. کتاب نبرد من هیتلر رو اگه بخونین یا خونده باشین دیدین که به هنر پیش رو چجوری میتازه، چقدر بدش میاد و یعنی هیچ علاقه ای که نداره سعی میکنه منکوبش کنه، مثلا درباره کوبیزم و کلن هنر مدرن که با ایدئولوژی و مداحی خب هیچ سازگاری نداره، نوشته است که اینها آثار منحط محصول انحطاط جوامع
غربی هستند، جوامع سرمایه‌داری غربی هستند. و دقیقا این جملهش معروفه دیگه که میگوید عمده که عمده هنرهایی که مورد علاقه حزب نازی است پورتره‌ها و مناظر کلاسیک نقاشی استادان قدیم نقاشی است. ببینید چقدر شبیه با چگونگی حضور شعر نزد پیشوای مسلمین جهان. یک نگاه کامل. علایق و تمایلات رهبر در کتاب‌های درسی اون وقت باید اجرا بشه. هفته پیش اشاره کردم که در آلمان نازی اجرای علایق پیشوا در جامعه از مدارس شروع شد، عین ایران جمهوری اسلامی. مدارس نقشی مهم در اشاعه عقاید نازی‌ها در میان جوانان آلمان ایفا می‌کردند، در حالی که سانسورچی‌ها برخی از کتاب‌ها را از کلاس‌های درس حذف می‌کردند. آموزگاران آلمانی به معرفی متون درسی جدیدی می‌پرداختند که به دانش آموزان عشق به هیتلر، اطاعت از مقامات حکومت، نظامیگری، نژادپرستی و یهودستیزی را می‌آموخت. در ایران جمهوری اسلامی وفاداران به پیشوا دو تا مثلا سند بر اساس سخنرانی‌های رهبر می‌نویسند، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی. بر اساس این احکام رهبر که بهش اسناد بالادستی میگن، شعرهایی از عطار نیشابوری، نیما یوشیج، رهی معیری، مهدی اخوان سالس و حتی هوشنگ ابتهاج از کتابهای درسی دانش آموزا حذف میشه. به جاشون شعرهای کیا میاد؟ رضا امیرخانی، فاضل نظری، مرتضی امیری اسفندقه. این آدمایی که گفتم، این سه تا، اینا در شمار مداحان رهبرند و همیشه در این مجامع شعری رهبر حضور دارند و دستبوس آقا و از سفره حوزه هنری نظام مقدس ارتزاق میکنن. حسین قاسمپور مقدم، مدیر گروه ادبیات فارسی دفتر تألیف کتب درسی آموزش و پرورش، میگوید کتاب‌های درسی تغییر کرده و وارد نظام جدید شدند. این تغییر برای متناسب سازی کتاب‌ها با سند تحول بنیادین و سند برنامه درسی ملی بوده. کتاب درسی ابزاری است تا دولت بتواند به اهداف و خواستهای خود برسد. پس باید کجای دنیا به کتاب درسی اینجوری نگاه میشه؟ علم. کتاب درسی ابزاری است تا دولت بتواند به اهداف و خواستهای خود برسد. پس باید شرایط و ویژگی‌های مد نظر دولت را داشته باشد. مثلا جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را که رفت طرف‌های زینب و اینا کشته شد. جایی نیاز داشتیم شهید محسن حججی را مطرح کنیم و این بر حافظ و سعدی اولویت داشت. اینجا حتی حافظ و سعدی را هم کنار می‌ذارن، ولی اسفندقه رو کنار نمیذارم. مسیر فرهنگ جامعه است. فرهنگ حاکم خیلی مهمه، تأثیراتش بر جامعه. باری درباره سازمان تبلیغات اسلامی عرض میکردم. ببین به بودجه های توجه بفرمایید که سالانه از کیسه دولت یعنی مردم یعنی مالیات برداشته میشه و داده میشه به سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان های تابعش. خود سازمان تبلیغات اسلامی در بودجه سال 1401 حدود 740 میلیارد تومان میگیره که نسبت به سال قبلش سال 1400 76% بیشتره. حوزه هنری که زیر مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی است و منطقاً باید سازمان تبلیغات اسلامی تأمینش کنه، بودجه جدا از دولت میگیره. بودجه جدا از سازمان تبلیغات اسلامی از دولت میگیره، تو قانون بودجهشون هست، نزدیک 277 میلیارد تومان فقط به حوزه هنری میدن بودجه سالانه.
که 123% از بودجه‌ای که سال 1400 گرفته بیشتر. بعد تو همین ردیف بودجه هایی که صرفاً به الهیات و فقه و علوم انسانی مثلا مربوط میشه، ببینین دیگه این جدولو. در بودجه 1401 ستاد اقامه نماز 10 میلیارد تومان بیشتر از سازمان مدیریت بحران مملکت پول میگیره و بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقریباً 6 برابر بودجه سازمان پرورش تیز هوشانه. از بالا بگیریم بیا پایین دیگه، تو همین جدول نگاه کنین اگه بتونیم دوباره نشون بدیم. بودجه خدمات حوزه علمیه، خدمات حوزه علمیه یعنی چه؟ خدمات آفتاب بیار و ببر برای علمای اعلی. این از بودجه کل استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتره. ببینید دیگه، از بالا بیایم پایین، مرکز خدمات حوزه علمیه بیش از بودجه استان فلان، ستاد اقامه نماز بیش از سازمان مدیریت بحران، شورای برنامه‌ریزی مدیریت حوزه های فقط خراسان بیش از دانشگاه صنعتی شیراز، شورای سیاست‌گذاری حوزه های علمیه خواهران بیش از بنیاد امور بیماری های خاص، جامعت المصطفی بیش از کمیته ملی پارالمپیک، سازمان فرهنگ و تبلیغات اسلامی بیش از سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان. این بودجه بندی ایدئولوژیک وقتی به مجموعه ردیف‌های بودجه سازمان سالانه دولت به طور کلی تعمیم بدیم، نتیجهش می‌شود این مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای حوزه های علمیه بیش از 4694 میلیارد تومان است. فقط بودجه مرکز خدمات حوزه های علمیه از کل بودجه سازمان حفاظت از محیط زیست ایران بالاتر است. بودجه صدا و سیما هم با 56% افزایش از 2190 میلیارد تومان در سال 1400 به 5289 میلیارد تومان برای سال 1401 رسیده. اینا نهادهایی هستند که از نظر سازمانی و اداری هم حتی زیر نظر مستقیم پیشوان، ولی بودجهشون رو باید مردم بدن. حتی حاضر نیست پیشوان از ستاد اجرایش بودجه اینا رو بده. بودجه وزارتخونه های دولت یعنی فکر نکنین از این وضع بهتری داره. فقط یه مثال بزنم، از مجموع 38000 میلیارد تومان بودجه سالانه وزارت علوم فقط 3400 میلیارد تومان سهم پژوهش‌های علمی شده و بقیه‌اش مثال 67 میلیارد تومان صرف حمایت از برنامه‌های بسیج اساتید شده، 317 میلیارد تومان خرج اجرای امور دینی و توانمندسازی اقشار تاثیرگذار دینی و انقلابی در دانشگاه‌ها. این از بودجه وزارت علومه و به همین سیاق از بودجه وزارت علوم رسما خرج میشه. سهم سازمان تبلیغات اسلامی از بودجه امسال 1000 کل بودجه سازمان تبلیغات اسلامی رو که بنده گفتم و الان کاغذامو گم کردم، خود سازمان تبلیغات اسلامی بله 76% سال 1401 بودجهش اضافه شده نسبت به بودجه سال 1400. این دستگاه های تبلیغاتی گرچه زیر مجموعه پیشوا و به قول خودشون نهاد رهبری هن، اما عرض کردم بودجه فعالیتشون از مردم میگیرن، از بودجه سالانه دولت که بخش مهمش از مالیات مستقیم بر فیش های حقوقی کارگر و کارمندا در میاد. به گفته خود دولت این از نظر نظام مقدس کلاه گذاشتن سر مردم نیست، این وجهی از ایدئولوژی فاشیستی است که میگوید مردمی که در این کشور زندگی میکنن باید در رسیدن به هدف الهی این نظام مقدس مداخله و مشارکت کنند، وگرنه به چه دردی میخورند. ستاد اقامه نماز، حوزه های علمیه، حوزه هنری و کلن تبلیغات اسلامی برای تطهیر ذهنیت مردم در جد اون بحث به بهشت بردن، نمیدونم اون دعوای لفظی داخل حکومت یادتونه دیگه که ما وظیفه داریم مردم به بهشت ببریم، تطهیر ذهنیت مردم در جهت رسیدن به قله های شکوه ایران اسلامی است، هم در داخل کشور ما باید مردم رو تطهیر بکنیم
85 میلیون جمعیت رو که مثل گله نگاه میکنیم بهش، و هم این شکوه ایران اسلامی رو باید صادر کنیم به جهان ببینن همه. خب این نیاز به بودجه داره دیگه، مردم باید این تطهیر همگانی رو درش مشارکت کنن. درست مثل آلمان نازی که شعار تطهیر ذهنیت آلمانی رو هدف دستگاه تبلیغاتیش اعلام میکرد. یکی از هزینه‌هایی که با دستور پیشوا رفته تو قانون بودجه سهم حمایت از جوانی جمعیته. نهاد ریاست جمهوری برای اجرای سیاست‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 38.5 میلیارد تومان، وزارت آموزش و پرورش بیش از 183 میلیارد تومان و وزارت بهداشت بیش از 2350 میلیارد تومان برای این طرح بودجه دریافت کردند. ارتش به طور جداگانه برای اجرای طرح‌های فرهنگ خانواده، یعنی همون ازدیاد شمار افراد خانواده، بودجه 56 میلیارد تومانی هم دریافت کرده ارتش، که قاعدتا هم راستا با قانون حمایت از خانواده است. این در حالی است که از ردیف‌های متفرقه بودجه به طور خاص بیش از 12,000 میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داده شده، یعنی در مجموع بیش از 14,500 میلیارد تومان برای یک سال. خامنه ای در فرمان افزایش جمعیتیش میگوید که باید این جمعیت بشه 150 میلیون نفر. معتقدم که کشور ما با امکاناتی که داریم میتوانه 150 میلیون جمعیت داشته باشه. من معتقد به کثرت جمعیتم. تو چشمتون 4 تا، انشالله این جمعیت به 150 میلیون هم خواهد رسید. بعد تو سخنرانیش میگه بنده همچنان معتقدم کشور ما کشور 75 میلیونی نیست، کشور ما کشور 150 میلیونی است. حالا ما دست کم رو گرفتیم، گفتیم 150 میلیون، بیشتر هم میشود گفت. قطعا این کشور با این سطح وسیع، با این تنوع آب و هوایی، با این امکانات فراوان زیرزمینی، با این استعداد بالقوه علمی که در این کشور وجود دارد، بله، میتواند یک کشور پرجمعیتی باشد و انشاءالله خودش هم این جمعیت را اداره کند. یعنی همچنان که ما فکر میکنیم که اگر 4-5 بچه افتاد روی دوش یک خانواده و از زندگیشان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این 4-5 بچه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند، چه کمکی میتوانند به پیشرفت کشور بکنند. نگاه رو ببینید ها، میگم این مقایسه من میکنم اینو با دستگاه فاشیستی. دستگاه تبلیغاتی از جمله صدا و سیمای آقایون به راه میفتن برای فرهنگ سازی در این زمینه. جمعیت ایران با توجه به گزارشی که جغرافیدانان و افرادی که شاخص هستند در حوزه منابع طبیعی، منابع انسانی، منابع زیستی و اکولوژیک گفته میشه که تا حدود 150 الی 200 میلیون نفر ظرفیت داره. بله. بعد خب صاحب نظران و متخصصان و کارشناسان اقلیمی و جمعیتی که همشون شما ازشون یاد میکنیم، من نمیدونم کیان، همه کارشناس های اقلیمی و جمعیتی عکس اینو میگن، از جمله دکتر ناصر کرمی، یکی از کارشناسان مهم سرزمینی ایران. جمهوری اسلامی یک پروژه به سرزمین ایران تقدیم کرده به نام خودکفایی کشاورزی. هدف از این خودکفایی کشاورزی تامین غذای جمعیت ایران همش در داخل میده. آن چیزی که الان قانون ششم برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران هست که ادامه اون 5 برنامه قبلیه، درسته؟ و حساب سیاست‌های کلی جمعیت که در قالب همین برنامه ششم تبدیل به قانون شده، یعنی رفته مجلس، یعنی از طرف رهبری ابلاغ شده، یعنی رفته مجلس، اون آیین‌نامه‌هاش تصویب شده، اومده دولت ابلاغ کرده به نهادهای زیردست. طبق این قانون جمعیت ایران باید بشه 150 میلیون و 96% غذای این 150 میلیون هم باید در داخل ایران تامین بشه. نتیجه میشه همون کاری که این کیم ایل سونگ شروع کرد و بعد این کیم ها در کره شمالی انجام دادن، یعنی تمام اراضی شیبدار رو تبدیل به کشزار کردن، تمام درختزارها رو قطع کردن تبدیل به کشزار کردن، همه جا سد زدن، همه جا چاه زدن، که بعد کشور آسیب پذیر شد تو اون سیل دهه 90، کشور ویران شد، کاملا ویران شد، کره شمالی دیگه به یکی از بدبخت‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل شد. میدونید
بعد از اون دهه به ظاهر رونق دهه اخر، آن کاری که جمهوری اسلامی کرده دقیقاً این بوده. اون کاری که باید میکرده و نکرده رعایت اقتضائات اکولوژیک سرزمین، این خیلی مهمه، و دوم اولویت قرار دادن توسعه و رفاه، کاری که باید جمهوری اسلامی میکرده و نکرده. هرگز توسعه و رفاه اولویت جمهوری اسلامی نبوده. جمهوری اسلامی یک اهداف ایدئولوژیک داشته که این اهداف ایدئولوژیک فقط با میلیتاریزه شدن کشور به هدف میرسیده. بخشی از این میلیتاریزه شدن ایران همین پروژه خودکفایی کشاورزی بوده که تحمیل شده به سرزمین و نتیجه اون وضعیت موجود است. ببینید، یک سپاسگزارم از آقای دکتر کرمی که مجددا پخش کردیم که از صحبتاشون، یک ویژگی قبلا تو برنامه ها از ایشون بهره‌مند شده بودیم، ببخشید، یک ویژگی مشترک نظام‌های فاشیستی این ماجرای افزایش جمعیت، تعیین وظیفه زادن شیرهای نر، شیران نر برای زنان، و برای این کار به قول خودشون فرهنگ سازی میکنن. این واژه فرهنگ سازی که همیشه رهبر معظم تکرار میفرمایند تو سخنرانی هاشون، هیچ وقت شما از رهبران سیاسی کشورهای دیگر امروز شنیدین؟ فرهنگ سازی فقط تو حکومت های تأکید میشه که فردیت انسان ازش میگیرن و یک موجود دلخواه خودشون برای اهداف سیاسی خودشون از اون میخوان درست کنن. یعنی خلاصه اون چیزی که مصطلح هست، مغز شویی. سازی در مسئله، در این مسئله مثل خیلی از مسائل دیگر اجتماعی، حرف اول رو میزنه. باید فرهنگ سازی بشه. ما تصور نباید بکنیم که حتما بایستی یه نفر یه خانه ملکی داشته باشه، شغل درآمدداری داشته باشه، بعد ازدواج بکنه. نه، این یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. این قرآنه با ما داره اینجور حرف میزنه. بله، این قرآنه، ان یکونو فقرا یغنهم الله من فضله. یعنی چی؟ یعنی فقیران را خداوند از دانش و بخشندگی خود بی نیاز میکند. یعنی چی؟ یعنی برو ازدواج کن، خدا بزرگه. از نظر آقای خامنه‌ای در تفسیر ازدواج و ازدیاد جمعیت و اینا، این قرآنه که داره با ما صحبت میکنه. یعنی این برو ازدواج کن، خدا بزرگه. حداقل اینه که چند تا بچه میاره دیگه. تا حالا بیای طلاق بگیری یا نمیدونم از فقر و بیماری ناشی از فقر و اعتیاد و غیره بمیری، همون چند تا بچه جمعیت و امت اسلامی رو زیاد میکنن، شکوه ایران اسلامی رو زیاد میکنن. اونم در دوره‌ای به ویژه وقتی که الان متولد بشن، یا مثلا 20 سال پیش متولد شد، در دوره‌ای که ما از کودکی تا نوجوانی تا جوانی مغزشون رو با ایمان به نظام مقدس و پیشواش انباشته میکنیم. گام دوم انقلاب که میگن اینه، میوه چینی از این مغز شویه. فرمان 16 ماده‌ای رهبر برای افزایش جمعیت میگوید حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان. ببینین، در آلمان قرن 20 دوره فاشیسم نازیسم، ماگدا گوبلز، همسر جوزف گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی که به هیتلر خیلی نزدیک بود میدانید، در سال 1933 اعلام کرد زنان آلمان در سه حرفه اجازه ورود ندارند. سه تا شغل نمیتونن داشته باشن: در ارتش، در حکومت، در قضاوت. قاضی نمیتونن باشه. اگر یک دختر آلمانی باید بین شغل و ازدواج یکی را انتخاب کند، او همیشه تشویق می شود که ازدواج را برگزیند، چرا که برای زن این بهترین است. سرنوشت همین ماگدا گوبلز می دونین چه شد؟ او و شوهرش، گوبلز معروف، ببینین عکس او و شوهرش، اون که لباس نظامی پوشیده، اون فرزندی است از ماگدا گوبلز، از همسر قبلیش، ولی دو نفر نشستن، ماگدا گوبلز وسط، جوزف گوبلز این دست چپ تصویر نشسته که یک تصویر دختر بانمکی رو در بغل داره.
موقعی که فاشیزم در آلمان سقوط کرد، اینا همه خودکشی کردن. خودکشی کردن چیه؟ گفتم همه، ببخشید. اولا اون پسر به اصطلاح ناتنی اون نبود موقع کشتاری که شد از این خانواده. این کشتار هم اینجوری بود که گوبل و زنش خودکشی کردن، ولی قبل از اینکه خودشونو بکشن 6 تا بچه، عکسایی رو که دیدین، 6 تا بچه داشتن، قبلش این 6 تا بچه رو کشتن، 5 تا دختر داشتن یه پسر، همین بچه های کوچکی دیدین. یعنی سرنوشت دردناک انسان حریص قدرت و سلطه بر انسانهای دیگه، اینقدر حرص میزنه تا به اینجا میرسه. حالا به اسم نجات، به اسم دین، به اسم سیاست افزایش جمعیت، یکی از برنامه‌های کلیدی فاشیسم بود. سازمان جوانان هیتلر ورزش و فعالیت در فضای باز را با ایدئولوژی در هم می‌آمیخت. به همین ترتیب انجمن دختران آلمان بر ورزش‌های دست جمعی مانند ژیمناستیک ریتمیک که از نظر مقامات بهداشت عمومی آلمان ورزشی سبک برای بدن زنان بود و آنان را برای مادر شدن آماده می کرد تأکید داشت و با نمایش عمومی این ارزش ها مردان و زنان جوان را تشویق می کرد تا فردیت خود را به نفع آرمان های جمعی کنار بگذارند. و برای این کار، حالا ببینید یه تیکه بعد برمی گردیم، ظرفیت های نیروی انسانی عبارت است از جمعیت در سن کار. ببینید به برکت ازدیاد نسلی که در سال 60 اتفاق افتاد که یه عده‌ای داد و فریادشون بلند بود که چرا داریم بیرویه نسل رو زیاد میکنیم، امروز اونها جوانهایی هستن که وارد بازار کار شدن. یعنی کشور جوان است، نیروی کار فراوانی وجود داره که میتوانن وارد بازار کار بشن. بله، برای این کار همین بحث نیروی کار باز آموزه است که به ویژه از آلمان نازی آمده است. وقتی که هیتلر، یعنی حزب سوسیال دموکرات کارگران آلمان، وقتی که نازی در واقع مختصرش قدرت رو گرفت در آلمان، بحران اقتصادی وحشتناکی بود و بیکاری فراوان و این اصطلاح تکیه بر نیروی کار جوان اونجا واقعیت پیدا کرد و در چند سال نخست، به محض اینکه این آمدن سر کار نازی ها، در چند سال نخست با بویژه صنایع خودروسازی و جاده سازی های گسترده‌ای که کردند اشتغال بسیار ایجاد کردند و از اون وضعیت بحران و رکودی که داشت اقتصاد آلمان، تونستن آلمان رو خارج بکنن. خب تبلیغات البته در کنارش بود که ما الان بحث تبلیغات رو داریم میکنیم. منظورم اینه که این اشتغال صحبت میشه و نیروی کار جوان و افزایش جمعیت برای اینکه خودمون باشیم و اینا، همه عیناً دستخطی است که فوهرر در آلمان نوشته. خب برای تبلیغات، سازمان تبلیغات اسلامی رو ایجاد میکنن در اجرای فرمان رهبر برای ازدیاد جمعیت و سازمان تبلیغات اسلامی رو فعال میکنن در این زمینه. این سازمان یک پلتفرم همسریابی راه میندازه، نمیدونم اسمش چی بذارم، یعنی این اقدامو حالا باری همدم پلتفرم همسانگزینی مؤسسه تبیان سازمان تبلیغات اسلامی است که با هدف تسهیل ازدواج پایدار و آگاهانه جوانان راه اندازی شده و امکان جستجو و انتخاب زوج را فراهم می کند. همدم حاصل تلاش گروهی از جوانان در مجموعه همسرگزینی تبیان است که با هدف انتخاب آگاهانه، ازدواج پایدار و نهایتاً تسهیل همسرگزینی درست راه اندازی شده. قالیباف رئیس قوه قانونگذاری کشور از پلتفرم همسریابی رونمایی میکنه. با همه وجودم احساس کردم در کنار همه کارهای خوبی که سازمان تبلیغات انجام داده، این کار یکی از کارهای
زیبا و ماندگار و یکی از مشکلات اساسی امروز جامعه ماست. این دیگه با روسپی خانه هایی که درست کردن و یه سیغه براش میخونن فرق داره. اینجا بهت همسر معرفی میکنن، بگی برو مشکل دیگه ای نداری؟ فقط مشکلت اینه که نمیتونی همسر برای خودت پیدا کنی، همسان گزینی نمیتونی بکنی. نه مشکل مسکن داری، نه مشکل اشتغال داری، نه مشکل درآمد داری، همه چی هست، فقط همسر نیست. اونم که سنت خدا و پیغمبر و ائمه است، ما برات پیدا میکنیم تا جمعیت رو زیاد کنی. یک سخنرانی خامنه‌ای داره که شاید کمتر بهش توجه شده باشه، فرصت داریم حالا من عرض کنم این نکته رو در این زمینه، خیلی مهمه چون بیان چند وجه از دیدگاه فاشیستی خامنه‌ای است نسبت به جامعه، خانواده و کودکان به ویژه تربیت. تو این سخنرانی میخواد طوری حرف میزنه که مخاطب بپذیره که اجتماعی شدن کودکان و یادگیری کودک از محیطی خارج از خانواده غلطه. یعنی درست چیزی که تو کشورهای متکی به تحقیق علمی و تجربه یک ارزشه و آموزش پرورش در غرب برای مثال بسیار روی پرورش بچه در خارج از محیط خونه سرمایه گذاری میکنه، هم برای پرورش شخصیت مستقل بچه و آینده متکی به نفسش و هم برای شناخت ویژگی های آموزشی و استعدادیابی بچه ها با شیوه های تخصصی و فراهم کردن زمینه رشد بچه ها در جهت استعدادها و علاقشون. اینا کار متخصصه، نه تو خونه ای که حالا من با جزئیاتش کاری ندارم. یک این سخنرانی خامنه ای که گفتم حالا تیکش پخش میکنیم، یکی از این نظر مهمه که چگونه نگاه میکنه به این موضوع، و یک وجه مهم دیگری هم داره، این است که صحبت های خامنه ای رهنمود و در واقع دستور پیشواست به بستن شبکه های خبری و فرهنگی کشورهای دیگر، چون در ایران اسلامی که یه دونه هست از سر هم زیاد میگه همین، و همزمان دستور میده که ساخت تکنولوژی مشابه غرب در حوزه آموزشی و سرگرمی کودکان رو تقویت کنید. این تکنولوژی ملی باشد. چرا ملی؟ چون باید با مضمون اسلامی باشه. مثلا یعنی چی؟ یعنی به جای مثلا عروسک باربی زهر و خانوم مثلا درست کنیم. بچه شما در آغوش شما، توی مدرسه شما، تو کتابخانه کانون شما، جلو روی شماست و شما برای او فکرهایی دارید، آینده‌ای دارید، امیدی دارید، در حالی که ناگهان مشاهده کنید که یک نفری که حداقل اینه که بیگانه است با این بچه، شما خویشاوندید با این بچه، لکن او بیگانه است، یعنی بی علاقه به سرنوشت این بچه است، میبینید او دسترسیش بیشتر از شماست به این بچه. از همین راه کالاهای فرهنگی متداول و رسانه‌های گوناگون خبری و فرهنگی، این جای نگرانی است و امروز این وجود داره چه من و شما بخواهیم و چه نخواهیم. نتیجه چیست؟ این است که ما باید گردش کار رو تندتر کنیم، ما باید بیشتر تلاش کنیم برای هدفمون. انسان شناسی به طور کلی در نگاه و فکر خامنه‌ای اصلا وجود نداره، مگر اینکه در خدمت ایدئولوژی باشه. فرد فدای جمع، اون جمعی که ما درست میکنیم. نیاز فردی زن به اجتماعی بودن همچون یک موجود اجتماعی و نیاز اصلی او همچون مرد به استقلال اقتصادی و اشتغال اصلا ملاک مهم نیست، ملاک نیست. خامنه ای میگه تو نکنی مهم نیست، ده نفر دیگه منتظرن همون کاری رو که بیرون هست بکنن، بر چی میری کار بکنی؟ انگار مادر زن میخواد کار مفتی برای نظام مقدس بکنه، برای جمع بکنه و مزدش رو روز قیامت از دست راست سیدعلی بگیره. شما اگر بچه خودتون رو تو خونه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق‌العاده ظریف عواطف او رو که مثل از نخهای ابریشم ظریف‌تره، اینا رو با سرانگشتان خودتون
باز نکردید که دوچار عقده طائفی نشه، هیچ کس دیگه نمیتوانه این کار بکنه، نه پدرش و نه به طریق اولا دیگران، فقط کار مادر، این کارا کار مادر. اما اون شغلی که شما بیرون دارید اگر شما نکردید، ده نفر دیگه اونجا بایستدن اون کار رو انجام خواهند. بر اساس گزارش وزارت کار، نرخ فقر در سال 98 حدود 32% بوده. این یعنی در سال 98 از هر 3 ایرانی یک نفر زیر خط فقر زندگی میکند. بر این اساس که البته این آمارا میدونید دیگه، در واقعیت دقیقا 2 برابر اینه، بالای 60% و حتی سایت الف که از قدیمی های خودشون ادارش میکنه، بیش از 60% من دیروز دیدم که نوشته بود زیر خط فقرن مردم. خب بر این اساس از جمعیت 84 میلیونی ایران بیش از 26 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنن. در بخش از گزارش آمده که خط فقر سال 99 نسبت به سال 98 رشد 38% داشته، یعنی تعداد افراد زیر خط فقر در ایران به 36 میلیون نفر رسیده است. ببینین از طبق آمار خودشون، حالا آمار رسمی وزارت کار، از 26 میلیون نفر سال 98 به 36 میلیون نفر سال 99 رسیده و همین روند رو، حتی تصاعدی هم نه، همین روند ثابت سالی 10 میلیون اگه بیاریم اضافه بکنیم به سال 1400 میشه 46 میلیون نفر زیر خط فقر در سال 1400. این آمار وزارت رفاه، وزارت کار خودشونه ها، حالا وزارت رفاه خودشونه، تحلیل فلان اقتصاددان غیر حکومتی نیست یا خارج از کشوری نیست. 14,000 کودک زباله‌گرد فقط در تهران شناسایی شدن. برای پیشوای نظام مقدس اینا اصلا مهم نیست. عظمت ایران اسلامی و امت اسلامی در جهان با موشک و فریاد الله اکبر و سلاح هسته‌ای اقتضا میکنه که ما جمعیتمون رو زیاد کنیم. زنان شیران نر بزاین و یا بفرستن روی مین یا تو کارگاه و زباله ها. بسا به همین دلیلی که خامنه‌ای با انسان شناسی، جامعه شناسی، هنر، فرهنگ و خلاصه علوم انسانی، آنچه که میگه علوم انسانی، اینقدر مشکل داره. 28 مهر 1388، این که بنده در باره علوم انسانی در دانشگاه ها و خطر این دانش های ذاتن مسموم هشدار دادم، هم به دانشگاه ها هم به مسئولان، این به خاطر همینه. این علوم انسانی که امروز رایج است محتواهایی دارد که این محتواها ماهیتا معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است، متکی بر جهانبینی دیگری است، حرف دیگری دارد، هدف دیگری دارد. وقتی اینها رائد شد، مدیران بر اساس اونها تربیت میشن، همین مدیران میان در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، در رأس مسائل سیاسی داخلی، خارجی، امنیت، غیره و غیره قرار میگیرن. حوزه های علمیه و علماء دین پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسلامی رو در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، اونها رو در اختیار بگذارن برای برنامه ریزی، برای زمین سازی های گوناگون. موظفند. بعد از سخنرانی خامنه‌ای درباره علوم انسانی، بودجه ها داده شد، کتاب ها تهیه شد، سمینارها گذاشته شد. یکی از این سمینارها برای نمونه در شیراز بود با حضور بیش از 200 نفر، از عین تیتر براتون عرض میکنم، از نخبگان جمهوری اسلامی ایران و چهره های ماندگاری که نور علم از پیشانیشان ساطع بود. در میونشون چهره ماندگار علم مدیریت هم حضور داشت. اینکه ما چه تصویری از انسان داریم طبعا این تأثیر میذاره رو همه
تصمیم گیری های ما، برنامه ریزی های ما. موضوع همایش تحول در علوم انسانی بود، موضوعی که با تاکید های رهبر معظم انقلاب اندیشمندان کشور رو نسبت به حجمه ترجمه و استفاده بی قید و شرط از تولیدات علوم انسانی غربی حساس کرده. اینکه حالا این موضوع چه مشکلی داره، سوالی که از این استاد روانشناسی پرسیدم. وقتی یک علومی رو از غرب میاریم و این رو تطبیقش نمیدیم با جامعه خودمون، این میتونه تعارض‌های متعددی رو ایجاد بکنه، چرا که هر علمی نیاز در یک زمینه ساخته شده و وقتی که ما از اون زمینه خارجش میکنیم و وارد یک محیط دیگری اون علم رو میکنیم، این ایجاد مشکل میکنه. ایشون یکی از نوابغن که میفرماین هر علمی در زمینه ویژه‌ای ساخته میشه، وقتی از اون زمینه خارجش میکنیم و وارد محیط دیگریش میکنیم، این ایجاد مشکل میکنه. میگیم بحث چون درباره علوم انسانی است، انشالله نظر این نابغه که هر علمی در زمینه ویژه‌ای ساخته میشه و اگه ببریمش جای دیگه ایجاد مشکل میکنه، فیزیک و شیمی و ریاضی نیست که یک کشور دیگه یه جور دیگه است، یک کشور دیگه باید یه جور دیگه دوباره از نو ساخته بشه. حقوق و ادبیات و علوم اجتماعی و علوم سیاسی و هنر و موسیقی شناسی و تاریخ و باستان شناسی و جغرافیا و خلاصه هر علمی که به انسان و تمدن انسان مربوط میشه، اینه. این در یه جای یه جور دیگه. فرصت نداریم من این رو توضیح بدم، خودتون انشاءالله میدانید. و همین حرفای عالمانه رو خامنه ای در 25 مرداد 1390 تکرار میکنه که دیگه فرصت نداریم پخشش بکنیم. من فقط که میگه مبانی علوم انسانی از غرب سرچشمه میگیره، چرا؟ چون علوم انسانی ریشه در تفکر داره. تفکر بدون فلسفه علمی وجود نداره. فلسفه علمی بعد از رنسانس، یعنی دوره روشنگری، بعد از اون دوره در آمریکا میاد و مغزش هستش جدایی دستگاه دین از دستگاه حکومت. روحانیون به کلیساها رونده میشن و ارکان حکومت، ارکان جامعه بر مبنای سیاست غیر دینی بنیاد گذاشته میشه. همه آنچه هایی که امروز داریم میبینیم و خامنه‌ای باهاشون مخالفت میکنه. ببینید این مغزشویی که میگم اثرات بسیار داره و میدونید خودتون. من فقط یک نمونه عرض کنم. در پاییز 1944 در آلمان بعد از جارو کردن فاشیسم، حکومت فاشیستی، زمانی که نیروهای متفقین وارد خاک آلمان نازی شدند، حکومت نازی‌ها جوانان زیر 16 سال را همراه با سالخوردگان بیش از 60 سال برای دفاع از حکومت به خدمت در واحدهای ضربت مردم احضار کردند. اما سرانجام وقتی که متفقین کشور رو اشغال کردند، مقرر کردند که جوانان آلمانی در خصوص نازی زدایی و همچنین دموکراسی آموزش ببینند برای مقابله با پیامدهای تبلیغات 12 ساله نازی ها. اهل بیت رو کسی ندیده دستشویی برن، انسانن، اونا مثل ما، ولی اینا رو کسی ندیده دستشویی برن. برای چی؟ برای که اینا طبیعتاً این گونه بودن، طوری غذا میخوردن که اصلا فضولات نداشت. و ما اگر میخوایم بهشتی بشیم باید اینجا تمرین کنیم، اونقدر کم بخوریم که نیاز حتی به دستشویی نمیگم. اینا عرفانیه، اینا خیلی بالاست، اما به قدر خود آقا کم بخوریم. آقا چی؟ بگید کم بخوریم. غیر از یک وعده ثابت درست، هرچی میخورید بدون شما حمال و مزدور بی‌مزد. و این که روح باز نمیشه، ما به عرفان نمیرسیم، روح شکوفا نمیشه، اینه. شب و روزگار خوش.